سلام حضور شما دوستان عزیز. در این قسمت تمرین رو در نظر گرفتم که قبلا هم با هم دیگه در تمرینات اولیه سایت فکر کنم اگر خاطرم باشه کار کرده بودیم، اما در اینجا حالا با توجه به اینکه خیلی از بچه ها نظراتشون این بود که این رو یک بار دیگه به شکل دیگه کار بکنیم که در واقع از اون فضای اکشن خارج بشیم، چون ما فکر میکنم در اون تمرین بیشتر رو این کار کردیم که با اکشن ها هم کار بکنیم، اما حالا در این تمرین میخوایم که بدون اکشن و بدون هیچ چیز دیگه فقط با چند تا از تکسچر و فیلترهای فتوشاپ این کار رو انجام بدیم. معمولا کاربردی که این نوع تصاویر داره در تصاویر تبلیغاتی است بیشتر، یا تصاویر میشه گفت که عکس هایی که برای وبسایت ها استفاده میشه، کاربردش بیشتر من خودم چیزی که دیدم توی این زمین ها بوده. حالا ممکنه شما با توجه به سلیقه خودتون بتونید یک جای دیگه که خیلی مناسب هم باشه این رو استفاده کنید. اول از هر چیز من یک سند جدید ایجاد میکنم و اندازه اون رو بر حسب در واقع میشه گفت مقدار پیکسل روی حالا مثلا 3000 در 2000 قرار بدم با دی پی آی 96. حتما هم این مود رو دقت کنید که روی RGB کالر باشه. بعد از اون میام و تصویرم، یکی از این دو تصویر رو من این رو انتخاب میکنم، اینجا قرار میدم و ابتدا اون رو ذخیره میکنم. و حالا قبل از هر چیزی بک‌گراند رو من یک دابل کلیک روش میکنم یا بلندینگ آپشن اون رو فعال میکنم، به این ترتیب یک گریدینت اورلای به اون میدم. حالا میتونیم این رو هر رنگی که دوست داریم برش انتخاب بکنیم. من میخوام از رنگ های تیره این شکلی استفاده کنم. و اون رو اگر ریورس کنیم به این ترتیب، روی رادیال هم گذاشتم این رو و با این تنظیمات. اوکی، حالا قبل از هر چیزی من میخوام که عکسم رو یک مقدار رنگش رو و حالاتش رو تغییر بدم. برای این کار یک کپی ابتدا از اون میگیرم که من از لایه اصلی یک فایل داشته باشم. کپی اصلی رو میام و از اجستمنت هایی مثل لیبلز استفاده میکنم. میخوام یه مقدار تصویر رو شارپ کنم و رنگش رو اصلاح کنم. اجستمنت بعدی از کرز استفاده میکنم و دوتا پوینت اینجا اضافه میکنم. و همینطور از یک برایتنس یک اجسمت سلکتیف کالر هم اضافه می کنم که رنگ خاکستری اون رو یک مقدار تغییر. این تنظیمات بستگی به سلیقه خودتون داره، حالا حتما الزاماً این چیزی که من وارد میکنم نیاز نیست وارد کنید. باز هم اون سلکتیو کالر رو انتخاب میکنم و این بار رنگ مشکی اون رو کمی تغییر میدم و اجسمنت بعدی ما یک کالر بالانس هست که به این نحو رنگ اون رو تغییر میدم. خب این عکس اصلی ما هست و این عکس فعلی. عکس اصلی رو من خاموش میکنم.
و حالا عکس اصلی رو میخوایم که وارد مرحله ای بشیم که میخوایم این مقدار فیلتر به اون بدیم و بعد بیایم با براش های دیگه اون رو یک فرم بهتر و جذابتری بهش بدیم. یک کپی از این لایه میگیرم، کلیک رایت میکنیم و دوپلیکیت لایر رو انتخاب میکنیم، لایه رو خاموش میکنیم و لایه‌ای که اینجا داریم رو میایم و تبدیل میکنیم به یک سمارت آبجکت، کانورت تو سمارت آبجکت. شاید نیاز باشه که ما فیلترهایی که اعمال میکنیم و بخوایم بازم تغییر بدیم. یه توضیح هم راجع به این داستان سمارت آبجکت در اینجا بهتون میدم که در قضیه لایه ها ممکنه چه امکاناتی رو به ما بده در واقع. خب این رو انتخاب میکنیم، میایم به فیلتر و فیلتر گالری. خب از فیلتر گالری من سعی میکنم ابتدا از فیلتر پینت دابس استفاده کنم و یک مقدار تصویر رو به این ترتیب من تغییر بدم، من نزدیک به حالت نقاشی کنم. خب بعد از اون میام و یک لایه جدید اینجا ایجاد میکنم. همونطور که میبینید میتونیم یه فیلتر دیگه اضافه کنیم، چون اگر ما این لایه رو ایجاد نکنیم از اینجا، اگر این لایه ایجاد نشه، فیلتر بعدی که اعمال میکنیم روی همون فیلتر قبلی قرار میگیره. پس برای اینکه ما فیلتر قبلی رو داشته باشیم و یک فیلتر جدید اعمال کنیم، بهتر است که یک لایه اینجا ایجاد کنیم. میایم به اسکچ و هافتون پترن رو اینجا میتونیم فعال کنیم. در تمرین قبلی هم با این کار کردیم. و با توجه به کیفیت تصویرتون میتونید یک همچین حالتی رو برای اون قرار بدید. حالا من این رو اوکی میکنم. اگر احساس کردید که نیاز هست هر کدوم رو در یک لایه داشته باشید، خب من کنترل زد میزنم، برمیگردیم به عقب، میام و فیلتر رو انتخاب میکنم مجددا و حالا ابتدا میام فیلتر پینت دابس رو اینجا اعمال میکنم، این لایه رو در واقع دیلیت میکنم و همین فیلتر رو با این تنظیمات اوکی میکنم. خب حالا میریم به لایه بعد، یک داپلیکیت میگیرم ازش، فیلتر گالری رو کلیک میکنم و دیلیت میزنم و مجددن یک فیلتر گالری جدید با فیلتر اسکچ و هافتون پترن ایجاد میکنم. اوکی میزنیم. خب حالا در اینجا من میام و مود اون رو بر روی سافت لایت قرار میدم، یا میتونیم روی هارد لایت هم بگذاریم. خب که این حالتی میشه. اوورلای هم میتونید باز انتخاب کنید که این فرم در میاد. حالا هر کدوم که مورد سلیقتون بود انجام بدید. و در این قسمت میتونیم ما اون فیلتری که داریم، ببینید ما اگر روی این گزینه، اینو می‌خواستم توضیح بدم بهتون، وقتی که اسمارت آبجکت هست، هر فیلتری که اعمال میکنیم اینجا برای ما به صورت لایو وجود داره و میتونیم اون رو هر لحظه که خواستیم تغییراتش رو، در واقع اون مقادیرش رو با توجه به نیازمون تغییر بدیم. طوری بهتره بگم، اینجا دو تا گزینه دارید که به صورت آیکون اینجا یه دونهشو میبینید و اینجا هم فیلتر گالری خودمون هست که اگر روی اون دابل کلیک کنم ببینید که برمیگرده به حالت و میتونید در حالت اول و میتونید اون مقادیر رو تغییر بدید. و یا اینکه ما بیایم و مود و اپاسیتی اون رو تغییر بدیم با استفاده از گزینه این بلندینگ آپشنی که در اینجا داریم. خب اینجا به ما میتونه مود رو برای ما تعیین بکنه که روی چه مودی بذاریم اون رو، هارد میکس مثلا. خب و یا اینکه در مود نرمال و یا هر مودی که هست اپاسیتی اثر این فیلتر رو کم بکنیم. خب پس این امکان برای ما در اینجا وجود داره. من مود اون رو در اینجا بر روی
سافت لایت قرار میدم، اوکی میزنم. مود فیلتر ما اینجا تغییر کرد و عکس ما مودش همچنان نرمال هست و میام در این تصویر مود این در واقع فیلتر رو بر روی اوورلای قرار میدم یا سافت لایت کمی نرم تر میکنه اون رو و اوکی میزنم. به این ترتیب خواهد شد. حالا این دو لایه رو انتخاب میکنیم با گرفتن کلید کنترل، هر دو لایه رو انتخاب میکنیم، یک کپی ازشون میگیم دوپلیکیت لایر. حالا این دوتا رو کلیک رایت میکنیم و مرج میکنیم. این دو لایه رو خاموش میکنیم، با اینا کاری نداریم و میایم فیلتر پیکسلیت کالر هالفتون رو فعال میکنیم و اینجا ماکس ریدیوس رو باید تست کنیم ببینیم رو کدوم ها جواب میده. من رو 10 میذارم، اوکی میکنم. خب یه مقدار اندازه ها بزرگ هست. کنترل زد، برمیگردیم به عقب، مجددا فیلتر پیکسلیت و کالر هالفتون رو روی حالا 7 قرار میدم. خب حالا باز یه کپی از این دو لایه میگیرم، دوپلیکیت لیر. اینها عرض کردم اینها سلیقه‌ای هست و شما میتونید دو تا رو فعال میکنم و بعد مرج میکنم هر دو رو با هم. بله اینها سلیقه‌ای هست و میتونید هر طور که صلاح میدونید این کار رو انجام بدید، چون ما کار اصلی که میخوایم توی این تمرین انجام بدیم بعد از این است. بیشتر میخوام که تصویر آماده سازی بشه برای مرحله بعد. مود تصویر زیر رو هم که نرمال قرار میدیم، مود تصویر بالا که کالر هافتون بود رو اینطور تغییر دادیم به سافت لایت. خب و میتونیم اپاسیتی اون رو هم روی مثلا 70 بگذاریم. حالا میام به فیلتر و فیلتر گالری و از قسمت برش استروک روی انجل استروک کلیک میکنم. و به این ترتیب رو تنظیم میکنم. خب این حالت برای اون به وجود میاد، برای تصویر ما. حالا میخواییم که این تصویر رو با برش مورد انتخاب قرار بدیم و یک مقدار تغییرات رو روی اون اعمال کنیم. چند تا راه داریم. میتونیم تصاویر استوکی که داریم که من اینجا قرار دادم و شما میتونید اون رو دانلود کنید. هم براش وجود داره، براش های اسپلاتر وجود داره و هم تکسچر وجود داره. حالا این تکسچر ها رو شما میتونید تبدیل کنید به براش یا میتونید از خودشون به عنوان یک تکسچر بر روی تصویر استفاده کنید. راهش رو هم الان خدمتون میگم. میایم و یکی از این تصاویر رو، این یکی از راه هست. به طور مثال این تصویر رو من وارد فتوشاپ میکنم. خب از قسمت سلکت کالر رنج رنگ روشن اون رو انتخاب میکنم و تا در واقع فیوژن رو تا 200 بالا میارم. انتخاب میشه ادیت کپی و میبندم این، چون نیازی بهش ندارم. یک ماسک ما میخواییم بر روی این لایه ها قرار بدیم. حد رو انتخاب میکنیم و در یک گروه قرار میدیم. یک ماسک بر روی این گروه من قرار میدم و حالا این ماسک رو با رنگ مشکی پر میکنم. به این ترتیب کلید آلت رو میگیرم. خب در حالی که کلید آلت رو گرفتم بر روی ماسک کلیک میکنم، میبینید که مشکی میشه صفحه. و حالا میام از قسمت ادیت پیست رو اینجا میزنم که میبینید اینجا اون در واقع کپی که گرفته بودیم قرار میگیره. ادیت ترانسفورم، فری ترانسفورم رو میزنم، آلت شیفت رو میگیرم و کوچیک میکنم اندازه رو.
و به اون اندازه‌ای که دلخواهم هست. به این ترتیب کنترل دی دیسلکت میشه. حالا میام بر روی خود این پوشه کلیک میکنم. همینطور که میبینید اینجا این در واقع کپی که گرفتیم به این ترتیب عکسمون رو نشون میده. حالا ما میخواییم که این رو تغییر بدیم، میخواییم که این رو بالا یا پایین ببریم، اما اگر این کار رو بکنیم میبینید در ماسک ما مشکل به وجود میاد. من کنترل زد میزنم، این لینک رو برمیداریم، حالتی که مثل زنجیر هست این رو برمیداریم. حالا ما اگر روی ماسک قرار بگیریم و حرکتش بدیم میبینید که بدون اینکه مشکلی پیش بیاد روی تصویر ما حرکت میکنه. به این ترتیب مجددا من میام این قسمت رو خب به این ترتیب با مشکی در حالی که ماسک مورد انتخاب هست مشکی میکنم به این نحو، و یا میتونیم با براش همین کار رو انجام بدیم. و بعد بیام دوباره کپی بگیریم و از تکسچر مجددا آلت رو بزنیم، بیایم توی ماسک و بیایم حالا کپی بگیریم از تکسچر و دوباره اینجا یک پیاده کنیم. که حالا من این کار رو انجام میدم که ببینید این رو قسمت رو هم بیایم و اینجا و باز هم سلکت کالر رنج کپی میگیرم، ادیت کپی، و در همینجا کنترل وی یا ادیت پیست رو میزنیم، کنترل تی رو میزنم و اون رو کوچیک‌تر میکنم. میتونیم اون رو بچرخونیم و به این ترتیب اضافه کنیم به سلکت دی سلکت میکنیم به در واقع این فایلی که اینجا داریم. خب برمیگردیم به پوشه، ببینید که اینجا اضافه میشه. خب ما هر چقدر این رو تغییر بدیم عکس ما در واقع تغییر میکنه. خب اینجا میایم و به این نفع این رو جاش رو عوض میکنیم. حالا میخواییم که بعد از اینکه این کار حالا اینجا انجام دادیم میخواییم با براش این کار انجام بدیم. در همین حالت میتونیم تکسچرمون رو به جای اینکه بیاریم در ماسک قرار بدیم به عنوان یک براش انتخاب کنیم. اینها هر کدوم کاربرد خودش رو داره و این شکلی نیست که شما هر کدوم راحت تر بودید انجام بدید. اینا هر کدوم وقتی که کار میکنید ببینید کاربرد خودش رو داره و میتونید اون استفاده ای رو که امکانش هست در جای خاص با این تکنیک ها در واقع انجام بدید. حالا من میام یه دونه از این فایل ها رو به عنوان مثال این رو میخوایم تبدیل کنیم به براش. خیلی راحت سلکت کالر رنج باز هم انتخابش میکنیم، سفیدترین نقطه‌ای که این تصویر داره، اوکی میزنم. خب حالا در همین حالت میتونیم ابزار یکی از ابزارهای رتنگل، حالا مارکوی تول رو من انتخاب میکنم، سلکت رو انتخاب کنیم و در اینجا کلیک رایت میکنیم لیر ویا کپی. خب یک کپی از این رنگی که ما انتخاب کردیم برای ما گرفته میشه به این ترتیب. برای اینکه اطراف اون چیزی نمونه از ابزار ماجیک وان تول استفاده میکنم، یک کلیک در محیط ترانسپرنسی میزنم به این ترتیب و ادیت کلر رو میزنم یا دیلیت فرقی نمیکنه، ادیت کلر و یا میام دکمه کیبورد دیلیت رو میزنیم که پاک کنه اون رو، کنترل دی و یا سلکت دی سلکت رو میزنم و حالا میام از قسمت ادیت دیفاین براش پریست رو انتخاب میکنم و حالا به عنوان یه براش این فایل رو من دارم، میبندمشون رو، نیازی بهش ندارم. براش رو انتخاب میکنم، آخرین براش رو اگر انتخاب کنم چون اندازشم خیلی بزرگ هست بعد از اون کوچیک بکنیم، ببینید که اینجا به عنوان یه براش انتخاب شده. حالا میام و برای ماسک قرار میگیرم این لایه و چون ماسک مشکی هست اون رو روی سفید اینجا رنگم رو قرار میدم که بتونم پاک کنم. شروع میکنم و یک کلیک اگر کنم میبینید که پاک میکنه اون رو و به این حالت پاک میشه. حالا باید با دقت بیشتری من مثلا بیام این رو کوچیک‌تر کنم به این ترتیب، بیام و قسمت‌های تصویر و قسمت‌هایی رو که میخوام به دست بیارم. اگر در حین کار
شما چند بار کلیک کنید میبینید که شکل‌های براش به دلیل مشابه بودن ممکنه یک سری جاها توی ذوق بزنه. پس میام براش رو میچرخونیم، از قسمت ویندو F5 رو میزنید و یا براش رو فعال میکنید که در اینجا براش ها فعال میشه در واقع پنلش، و اینجا میاد زاویه براش رو تغییر میدید به این نه. حالا من باز زاویهش تغییر میدم، یه ذره بزرگتر میکنم براش رو. چون برای شما کم رنگ تبدیل شده، اینجا یه توضیح بدم، اگر ما یک کلیک بکنیم کم رنگه، دو کلیک بکنیم پر رنگ تر، و هر چقدر کلیک بکنیم اینقدر پر رنگ پاک میکنه که اثر خیلی زیادی رو برای ما نشون خواهد داد. کنترل زد میزنم و برمیگردم به عقب. برای همین میگم میتونید در بعضی از جاها این کار رو انجام بدید، مثلا روی گل سرخ این قسمت من به این ترتیب عمل میکنم. خب میچرخونم و به این. حالا میتونیم باز هم از این تکسچرها استفاده کنیم، براش درست کنیم و بیایم روی تصویرمون اعمال کنیم. از براش های در واقع آماده استفاده میکنیم، میایم و براش رو انتخاب میکنم. اون رو من لود کردم. میتونید از قسمت براش ها همونطور که قبلا هم توضیح دادیم اینجا لود براش بزنید و شروع کنید به آدرس دهی. خب و به طور مثال من آدرس اینجا رو میدم، اینتر میزنم و این براش رو میتونم از اینجا لود کنم و یا از این قسمت. ما براش رو اوپن میکنیم و لود میشه در براش ها و خواهیم داشت اونا رو. میبینید به این ترتیب. خب اندازه براش ها به هر حال بزرگ است، میام و به این ترتیب شروع میکنم و براش ها رو اضافه میکنم، در واقع تصویرم رو به دست میارم. براش ها انقدر تنوعشون زیاد هست که مطمئن باشید کم نمیارید. منتها اینجا میبینید انقدر براش بزرگ هست که ما شاید نتونیم اون رو کوچیک کنیم. پس با کلید چ و جیم روی کیبورد میتونید براش رو بزرگ یا کوچیک کنید. در واقع اون کروشه هایی که روی کیبورد هست بالای اینتر میتونید براش رو کوچیک کنید و دیگه لازم نیست که کلیک رایت کنید و اون رو کوچیک کنید. به این ترتیب من میام و این حالت رو روی تصویر قرار میدم. بعضی قسمت هم چند بار کلیک میکنم که اثر بیشتری بگذاره به این نحو. و همین کم رنگ و پر رنگ شدن و کوچیک و بزرگ بودن براش ها باعث میشه که تصویر ما شکل خوبی بگیره. پنل براش رو باز میکنم، میچرخونم و به این ترتیب سعی میکنم که این حالت ها رو برای تصویر به وجود بیارم. از براش های دیگه هم که لود کردیم سعی میکنم استفاده کنم. خب بعد از اینکه به اون نتیجه که خواستیم رسیدیم، میتونیم رنگ رو بر روی مشکی قرار بدیم و اصلا قسمت های رو به وسیله همین براش ها پاک کنیم. این هم خودش یک حالتی رو ایجاد میکنه. طور مثال به این ترتیب. خب این از این. حالا میایم و اپاسیتی این لایه رو یک مقدار کم میکنیم. مثلا میذارم روی 60. 60 خیلی کم است روی 95 یا 90. خب روی 90 میگذارم اپاسیتیش. لایه بالایی رو روشن میکنم، یک ماسک بر اون قرار میدم و مجددا ماسک اون رو هم با رنگ مشکی زیر در واقع ماسک قرار میدم.
میام و براش رو انتخاب میکنیم با رنگ سفید و سعی میکنیم قسمت هایی از این تصویر رو بر روی کار قرار بدیم. به این ترتیب حالا بعد دورش رو چون یه مقدار مستطیل شکل میشه پاک میکنیم. بعدا میام و براش قبلی رو هم استفاده میکنم. این براش بود. به این ترتیب حالا میایم و اون رو پاک میکنیم. من رنگ رو بر روی مشی قرار میدم و این قسمت ها رو سعی میکنم با یه براش نرمال پاک کنم. اگر دیگه به براش ها نیازی نداشتید برای اینکه سنگین نشه پالت براشتون، میتونید اون رو ریست کنید. اوکی نو ریست میشه و برمیگرده به حالت اول. خب دور اون رو هم من الان پاک میکنم. حالا بستگی داره شما قبل از این کارهایی که انجام میدید چه افکت هایی برای تصاویرتون گذاشته باشید که در انتها وقتی که بر روی اونها براشی رو اعمال میکنید چه فرمی خودش رو نشون بده. میتونیم در ادامه پترن هم قرار بدیم. میتونیم از خیلی چیزها استفاده بکنیم. مثلا برای همین لایه من سعی میکنم یک پترن استفاده بکنم و پترن اوورلای رو فعال میکنم و از پترن هایی که دارم استفاده میکنم. اون رو هم روی 100% قرار میدم و اوکی رو میزنم. حالا میام خود این دوتا لایه رو با هم دیگه انتخاب میکنم. کنترل تی یه ذره اندازش رو بزرگ میکنم. و میتونیم روی کل تصویر هم پترن اعمال کنیم. از قسمت آخرین لایه انتخاب میکنیم، از قسمت اجاستمنت ها پترن رو من انتخاب میکنم و خب سایز رو یک ذره تغییر میدیم. هر پترن که دوست داشتید میتونید انتخاب. من این پترن ها رو برای شما قرار خواهم داد. خب حالا میام و اون رو پاک میکنم. پترن رو زیر ماسک قرار میدم و بعد با براش، یک براش هاردنس 0 با رنگ سفید، سعی میکنم که در حالتی که ماسک مورد انتخاب هست به این ترتیب. حالا سعی میکنیم که یه مقدار من کنترل زد بزنم و اپاسیتی اون رو پایین بیارم. بیاریمش مثلا روی 50 بذاریم که زیاد اثرش در نگاه اول به این ترتیب معلوم نباشه. و اوپاسیتی اون رو پایین میارم به این ترتیب. ببینید که میتونید حالا با سلیقه خودتون هر فرمتی رو که خواستید برای تصویرتون به وسیله این تکنیک ها انجام بدید. خیلی هم ساده هست. این بیشتر برای اون دوستانی بود که اصلا با این مقوله آشنا نیستن و خیلی از شما بچه ها میدونم که خیلی بهتر از من با این داستان آشنا هستید و میتونید این کارها رو به صورت خیلی بهتری انجام بدید. امیدوارم که این تمرین مورد توجه اون دسته از دوستانی که با این در واقع راه ها آشنا نبودند قرار گرفته باشه و تونسته باشه کمکی بهشون بکنه در انجام این سری تصاویر. مراقب خودتون باشید. تا تمرین بعدی خدایا رو نگهدارتون.